کدام مکل بودین؟ چیکاره هسته بود؟ حکمت ترس ما بسیار متاسف ازم برش. بابا دوره بوره 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 توبه ما باشد برای خدا چی میگن شما؟ واکلشان در حساب باندای مافیا هستن. شخص نیست که من در باره گپ بزنم و خوشمانم یک در باره گپ بزنم. که هم نظام ما جور شوه و هم مجیب رحمان به او شکلی که هست و رقم نباشه. وقت همتون بخیر، شما بازم خوش آمدید میگم به یکی از ویدیوهای دیگر از چینل ناجو. امیدوارم شما خوب و صحتمند باشین. تشکر از اینکه چینل ناجو را برای دیدن انتخاب کردین. باز هم در سطح شهر کابل آمدیم با موضوعی را که امروز انتخاب کردیم. همگیتون با چهره مولوی مجیب رحمان انصاری آشنایی دارین، مخصوصا گپای آخرشان که خیلی واکنش هایی را در پی داشت. مردم افغانستان خیلی مخالفت هایی را داشتن و همچنان خیلی موافق هم بودن. ما در اینجا آمدیم تا اینکه از مردم بپرسیم درباره صحبت های اخیرشان، صحبت هایی که در اول اوت داشتن. برمیگشت به اینکه تمام کسایی که به افغانستان کار میکنن اونا گناه کبیره را انجام میتن به خاطر از اینکه حکومت فاسد هست، ولی در روز گذشته اونا یاد کردن که باید به خاطر از اینکه حکومت از بین بره همه ما باید قیام داشته باشیم در برابر حکومت و همچنین حکومتداران. و کسی که از اینا حمایت کردن رهبر یکی از احزاب هستند و آمدیم تا یکی از مردم پرسان بکنیم که گفتنی اونا راجع به این دو شخص چی هست. در نخست پیش از اینکه برنامه ما را آغاز کنیم خوب است که صحبت های مولوی مجیب رحمان انصاری را بشنویم که تا در ادامه برمیگردم. ملت ای حلقوم همیشه فریاد زده و ای هنجره فریاد زده، به تقوی برابر نمی آیه. علیه این نظام قیام باید کرد. این نظام باید سرنگون بشه. این نظام از اصلاح نیست. نظامی که از یهود و نصارا آب بخوره ای قابل اصلاح نیست. ما به مولوی صاحب انصاری هم اطمینان میدیم، تنها نیستی، همه ملت با توست. چیزی که تو در رابطه به این نظام گفته ای حرف فرد ملت ماست. تکبیر! یاری و همکاری با مفسدین، ستمگران، وطن فروشا، ملحدین، سیکولارها نه تنها گناه بزرگ است، بلکه ای باعث میشه که انسان از دایره اسلام هم بیرون بره. پدر جان، میخواستم از خود درباره از این پرسان بکنم که حکومت گلبدین حکمتیار چی رقم یک حکومت از به نظر خودت اگر خودش حاکم میجا باشه؟ واکلشان در حساب باندای مافیا هستن. باندای مافیا نمیتونه در افغانستان حکومت کرده بتونه به خاطر از اینکه کل از خود میرن چور میکنن، چپال میکنن، آدم کشی میکنن، قتل و غارت کلش در دست از میاستن. پس اینا یک حکومت را که ما بی طرف باید باشه، نه در او طرف باشه، نه دی طرف باشه، نه جهادی باشه، نه کمونیست باشه، نه چیز باشه، از یک جای یک حکومت بی طرف که از بی طرف ها دفاع شوه. ولی کلشون در خون مردم چنگالایشون آغشته است، کل دستشون پرخون است. ما نمیتونیم که دی حکومت از حقوق خود دفاع کنیم. مجیب رحمان انصاری رو بشناسین؟ بله بله بله. گفته هایشون رو شنیدین؟ بله بله. شما چی حمایت میکنین ازشون؟ خب اون نظر شخصی چون از به نظر من انسانایی که بیخرت هستن، انسانایی که تعقل نداره، انسانایی که دیگه در این عصر و زمانی که ما هستیم زندگی نمیکنن، در معبدیت ماندن، به نظر من سر صدا و هیاهوی گپا را میکنن. شما مینی که امروز سربازان ما از سرزمین از مقدس افغانستان، از مردم، از وجب وجب خاک در مقابل بیگانه ها و اجنبیات دفاع میکنن و یک شخص میای از یک جای از به اصطلاح نظر شخصی خود بیان میکنه. من 100% مخالف نظرشان هستم. با ایمانترین، شجاعترین و مومنترین انسان ها است که از این سرزمین دفاع میکنه، کو سربازای و افسرا و جنرالای از این سرزمین است. کسایی که صادقانه کار میکنن. خب میگم این سربازا کسایی هستن که دقیقاً این سربازا گفتم برای شما که مومنترین و مسلمانترین و مردمایی هستن که امروز بسیار با مو بود نبود کسی از این سرزمین دفاع میکنه، کار میکنه. بله. و قیام مردم به ضد دولت، میخواین که دولت از بین بره و گلبدین حکمتیار کسی بوده که موافقت کرده به گفته های اخیر مولانا مولوی. خب حکمتیار ما بسیار متاسف ازم برش. به عنوان یک ریسفید من تا جایی که 54 سال عمر دارم از خداوند،
از زمانی که ما تلویزیون نداشتیم بی بی سی رو میشنیدیم که آدم حکومت موقت میخواه تا الهال. من این منظور از حکومت موقت چی است؟ هر نوع تجربه حکومت ما که فعلا هم اسلام هستیم الحمدلله از نسل در نسل اسلام هستیم، مرده داریم، زنده داریم، سیالی داریم، شریکی داریم، خیرات داریم، زکات داریم، همه مسائل داریم. این حکومت اسلامی که نمی خونه کدام اسلام است؟ چی رقم اسلام ما اقل ما خودیم با نیم قرن که از خداوند عمر گرفتیم با ما تک دین ماشنایی ندارم کینا دارم با ما تک شرایط کینا میگیم ماشنایی دارم و یک متیار سبم خوب میگه که ما حکومت ما خط میخوایم. بسیار متاسف هستم، فقط وقت آرزوی شمیز که زمان خودش به رکی قدرت برسه، جمهوری یک تکه بزنه، او حکومت موقت هم است، همه چیز هم است، همش وگرنه رسه باز موقت موقت است. هزار بار اگه حکومت ها این روند تکرار شه باز یک متیار سبم به قدرت نرسه، باز منظور شمیز باید حکومت موقت تشکیل شه. حکومت موقت یعنی چی؟ ما میخوایم چی رو جور میکنیم؟ جور میکنیم یک تعمیر یک ساختمان میرسونیم، فقط میخوایم کوری با کاشیکاری و با رنگمالی گپا مزین بسازیم، یک کسی ما بولدوزر میگیره خراب میکنه، ما حکومت موقت میسازیم. این خود منطق نداره. چند وقت پیش آقای مجیب رحمان انصاری اینا را گفت که کسایی که در حکومت کار میکنن اونها کسایی هستن که خیانت میکنن به کشور، یعنی حمایت کسایی که حمایت میکنن فاسد هستن و گناه کریم بیرر انجام میدن به می نیروهای امنیتی گفت. شما چی نظر دارین درباره این موضوع؟ ما نظری ما همیز که جناب مولای صیب انصاری تمام علمایی که در افغانستان است همیشه باید از نیروهای دفاعی افغانستان حمایت بکنن و مردم افغانستان مسلمان است، نیروهای دفاعی افغانستان، پلیس، امنیت ملی، اردوی ملی، کل از اینا زیر چتر اسلام هستند و باید حمایت تنها از مولای صیب انصاری نیست که از تمام علمای افغانستان میخواهیم که حمایت بیدرنگ خود در قبال نیروهای دفاعی افغانستان بکنن. آنقدر زحمت گناه میکشند که گناه کبیره را انجام میدن. زنده و سلامت باشی و در ما گناه کبیره، چون که مردم به خاطر منافع خود هر کاری را میتونه بکنه. پدر جان چند وقت پیش از آقای مجیب رحمان انصاری درباره ازی شنیدیم که کسی که از حکومت فاسد حمایت میکنه اونا گناه کبیره را انجام میتن، حتی نیروهای امنیتی هم شامل اونا بوده. گفتنی شما با جناب مولای صاحب مجیب رحمان انصاری گفتنی ما این است که او نظر شخص خودش بوده، نظر جامعه او شده نمیتونه، نظر مردم او شده نمیتونه. مرجع تصمیم گیری در مورد مردم افغانستان مرجع حقوقی و قضایی وجود داره الحمدلله، اونا نظر شخصیشان ممکن بوده باشه، ما رو تایید نمیکنه. و آقای گلبدین حکمتیار هم از آقای مولوی یعنی حمایت کرده و گفته که باید هر چی زودتر این حکومت از هم بپاشه. حکمتیار صاحب خیمسال سال 42 است فکر میکنم با نوی از آنها خود ظاهر میسازه، گاهی از این طریق، گاهی با حمایت اونا، گاهی با حمایت علمای پاکستان یا خارج برز افغانستان به قدرت افغانستان تکیه کنه. متاسفانه او هم از بعض علمای افراطی همیشه حمایت کردن میکنن و برمیگرده به نظر شخصی حکمتیار. والا خوار گلم، دختر گلم، این تو بگوی مردان که یا کلشان از یک جای آب میخورن سه این که گلبدین تایید میکنه، هر کسی که گلبدین تایید میکنه قابل پذیرش قطعا نیست، هیچ قابل پذیرش مردم افغانستان هیچ نیستن و این که در سرنگونی این دولت است، این دولت خدا آماده ساخته که در طول سالیان متمادی که گذشت هیچ نیروی هیچ کسی پیدا نشد که دامنه جنگ از یه وطن دور کنه و نتوانستن هم دور کنن. اما بازم اشرف غنی با وجود مشکلات های پرابلم هایی که داره بازم مسئله صلح را در میان گذاشت و فعلا سر صلح کار شده میره. انشالله امید زیاد است که در افغانستان یک صلح بیاید. اما از گلبدین هیچ صحبت نکنید، پارچه پارچه ساخته کل کابل ما را، کل افغانستان را، خاصتا این وطن ما را به خدا در بدر ما کرده، اینجا منطقه و خانه ما را چور ما کرده، هیچ چیز برای مردم نمانده. کدام گل بودین؟ چی کاره هسته بود؟ کدام حکومت شما میخواین؟ بابا دوره بوره 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 توبه ما باشد برای خدا، چی میگن شما؟ هرگز نمیخواییم همین حکومت فعلی انشالله آیسته آیسته به مرور زمان جور میشه، آیسته آیسته جور میشه. این که حال فعل یک نواقصات در حکومت هست، در دولت هست، این خودش آیسته آیسته جور میشه. اما گلبدین هرگز هیچ کس تایید نمیکنه. من خود معاون ریاست افغانکارت هستم، به زور وزیر و به زور موینا ما تبدیل میشم، زجر میبرم. 10 سال است که من سارنوالی میگردم دوسیه ما را 96 میلیون اخلاص ثابته، کتمان میکنن ما را، اطلاع دهنده کاذب در سارنوالی روان میکنن. اطلاع دهنده کاذب نیست، ما بلکه رسمی از طرف افغانکار در سارنوالی به اتهام
معرفی بدم، باید حقوق مرا سرانوالی مطابق ماده 49 و 51 قانون اساسی افغانستان، ماده 49 و 51 قانون مامورین افغانستان برای من اعاده میکردن. اما من پشت دوسیه تعقیب دوسیه را کردم تا حقوق خودم را ثابت بسم. حالا به نام اطلاع دهنده کاذب مرا روان میکنه. 96 من اخلاص هم ثابت کردیم، اعلان رادیو هم کردیم، یعنی فلش چی هم از جیب تلویزیون خورشید که من در فلش کشیدم که اعلان کردم که این 96 من اخلاص ثابت است. زابولی صاحب میگه که ما این دوسیه را تعقیب میکنم، نه دوسیه را تعقیب میکنم نه ایش، فقط کل دوزا باندستا مافیا دین می دولت مستقر است، از یک سو دیگه سو میزنید، از یک سو دیگه سو، از یک سو دیگه، فقط وا برابرداری خود میکنن. مجیب رحمان انصاری رقم شناسی. بله مولای صاحب، صحبتاشو شنیدی؟ بله شنیدم. خود تمایت میکنی از ایشان؟ اگر چنین باشه که ارگ به می حالت ادامه داشته باشه کارش، حتما حمایت میکنم از گپای مولای صاحب انصاری، به خاطر ازی که ما و شما شاهد هستیم که تمام سرمایه افغانستان به خاک و خون یکسان کردن، فرزندای ما را از ما گرفتن، برادرای ما را از ما گرفتن، بسیار شهید دادیم در چند سال حکومت آقای اشرف غنی، و این را نگفته نمانده که شاید در جور موضوع ما هم اشتراک کرده باشم، به خاطر که ما هم رفته بودم رای دادم با آقای اشرف غنی، چون فکر میکردم که واقعا یک شخصی است که به افغانستان خدمت میکنه، اما این را نمیدانستم که افغانستان به این حالت میرسه. پشیمون شدی؟ پشیمون نیستم، به خاطر ازی که آقای اشرف غنی که از آدم بسیار فهمیده است، تحصیل کرده است، چون ما نسل جوان هستیم از آدمای تحصیل کرده حمایت میکنیم، اما اگر چنین باشه هرگز. و گفتنی خودت به آقای گلبدین حکمتیار که از مولای صاحب حمایت کرد؟ آقای گلبدین حکمتیار تمام مستنداش که ببینن کدام شخص نیست که من درباره او گپ بزنم و خوشمانم که دربارهش گپ بزنم. مجیب رحمان انصاری رو میشناسین؟ مجیب رحمان انصاری هم عضو این باند است، فقط از طرف دولت یا از طرف امریکا تنبیه شده این می گپ زده، او کدام گپ دیگه نزده، این تنبیه شده گیسی گپای که تنبیه میشه، چرا او رو اعدام نمیکنه، چرا بندیش نمیکنه اگر واقعا این حکومت حکومت است؟ مجیب رحمان یک مانور است که سر مردم افغانستان تطبیق کرده رئیس، هیچ کدام گپ دیگه نیست. و گلبدین حکمتیار هم از اونا حمایت کردن و گفتن که باید این حکومت سرنگون شود. حمایت از یک خوینینا گفتم، باندستا از یکی دیگه خود حمایت کرده میرن. چند وقت پیش خیلی گپایی گفت که راجع به حکومت بود، مردم افغانستان هم خیلی چی میگن واکنش نشان دادن و خیلی واکنش ها را در پی داشت، و حالا گلبدین حکمتیار یکی از رهبران اسمی از مولوی صاحب حمایت میکنه. خودت گفتنی چیز منعیسی یک شروان؟ من از یک شهروان گفتنی من اینه میسته که هر دوش برادر است، عبدالله اشرف غنی گلبدین یکی سن، هر دوش در این وطن نمیگه که خدمت کنه، فقط میگه تجارت ما پیش بره، فقط میخواین عایدات خود بالا ببرن، جیب خود پر کنن، فقط گفتنی من اینه میسته که نباید به گپ زینو باور کرد، باید کسی را بشانه که واقعا خدمت میکنه، سر کتاب خداوند قسم میخورن که ما خدمت میکنیم ولی خیانت میکنن. دمی کرونا گرفتن چندین بلندترین کمک جهانی در افغانستان شد کو، هنوز زیر فقر رفتیم، هر روز در یک ماه 3000 نفر شهید دادیم، آقای به شهدا صبر جمیل میخوایم دیگه. پدر خودم هم یکی از سربازای ظاهرشاه بود که خودش زخمی شده، فعلا شکر زنده است ولی زخمی است، بیخی در فقر زندگی میکنه، ولی ما از همتانان عزیز امیرم میخوایم که با نیروهای امنیتی کمک کنن. قربانتان خیر، با پدرتونم تبریک باشه. این روز گفتین فلج چست؟ نه فلج نیست، معیوب شده، یک چشم خود از داده پایشان معیوب است. خدا رو شکر که زنده هستن. شکر الحمدلله، اول از خدا شکر میکنیم، دوما که از خود شکر میکنیم که ما رو تنها نگذاشتن. قربانتان، زنده باشی بیادر، قهرمان هستی. تشکر از شما، از همکارای عزیز شما یک جان سپاس. تا یا کشته شد، ما از حکومت امریکا برای چین جا افغانستان آمده؟ به خاطر دفاع از این خاک آمده یا به خاطر چور مدنیات ما؟ چور مدنیات کردن دیگه، یه چیز برای ما نمانده، اینا میال افغانستان یک خاک خالی مانده، بس خلاص کل مدنیات شد امریکا برد خلاص کرد. در افغانستان چی مانده؟ شما خودتون بهتر میدانی. این حکومت ها دست نشانده هستن، این حکومت ها فقط یک مانور سیاسی اجرا میکنه که ما این از طرف ملت انتخاب شدیم. 42 میلیون نفوس است یا 40 میلیون نفوس است؟ آیا 2 میلیون نفوس بر از کل از این باندستاد رای میته؟ دیگه لغت شوه؟ با مون لغت شدن از یا در
یک میلیون نفر بر یک شرای میتر یک شرای افتاد دو میلیون نفوس رای داره. آیا 38 میلیون نفوس دیگه زیر پا از یا لغت شد؟ آیا این حکومت ما این را گفته میتونیم؟ حکومت است که باندست است، ما کل بانده دینمی دست داره، فقط از یک سود یک سود لوت میتر مردم است، دیگه سود دیگه سود، فقط فریب دادن مردم است. هیچ کدام نه ارتشا فساد داریش فساد داریست، نه حکومتش حاکمیت داره، فقط این مردم بیچاره ما شما زر دیده میره و کشته شده میره. من سخنهای مولانا صاحب به بسیار خوبی شنیدم. اگر ما یک سوی تفاهم برداریم بین از اینکه مجیب رحمان انصاری من حیث یک طبعی کشور همیشه از نیروها دفاع کرده و دفاع میکنه و من مطمئن هستم، تنها بحثی است که من حیث یک طبعی افغانستان ما میخواییم اصلاحات بیایه و این را فکر میکنم حق مدنی مجیب رحمان هم است، از حکمتیار صاحب هم است و هزار بزرگوار دیگه که در کشور زندگی میکنه. یعنی مجیب رحمان در حقیقت حمایت میکنه از نیروهای امنیتی، در این که اونا این دولت اونا را باید حمایت بکنه، کشته نشوند، شهید نشوند و بالاخره رشد بکنه. قد بحث دیگه ای که مسئله مجیب رحمان است درک من است، البته ای است که اونا میخواین که این فساد و این مشکلات و این جنجالایی که فعلا از طرف حکومت و نظام است این برداشته شود، که این فکر میکنم خواست هر نفر است و خواست من هم است. شما از نظر خود میگین ولی در افغانستان چقدر واکنشی را داشته ای صحبت های آخرشان؟ طبعا به خاطر از اینکه هر نفر برداشت خود را داره و من پیشنهادم این است که بیم اگر از گفته های مجیب رحمان سوی برداشت نه بلکه برداشت مثبت بکنیم که هم نظام ما جور شوه و هم مجیب رحمان به او شکلی که هست او رقم نباشه. صحبت های همشهریان عزیز ما را شنیدین، واکنش ها و همچنان موافقت های داشتن. امیدوار هستم که هر چیز در افغانستان کشوری شود که همه ما در فضای صلح و صفا زندگی بکنیم. این بود برنامه امروزی که تقدیمتان شد. تا اینکه دوباره در برنامه بعدی در خدمت حاضر میشیم و خود خوب برای خوش برای همتان میخواییم. برای حمایت از ما کافی است که چینل ما را لایک و همچنان سابسکرایب کنیم. تا برنامه بعد خداحافظ.